بینندگان عزیز، اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بررسی جنجال‌های خبری محمود احمدی نژاد در عرصه صحنه سیاست جمهوری اسلامی ایران. در مطلبی تحت عنوان سال 1391 سالی خبرساز برای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری منتخب آیت الله خامنه ای، همه سالها یک طرف و پارسال یک طرف دیگر. برای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور منتخب آیت الله خامنه ای، سال 91 سالی خبرساز بود، سالی که او متفاوت از همیشه ظاهر شد، به گونه ای که به عقیده برخی از تحلیلگران آقای احمدی نژاد با ورود به رقابت های انتخاباتی بیشتر در قامت فردی مخالف نظام ظاهر شد. سال 91 همچنین سالی بود که خیلی از حامیان قدیمی وی علیه او لب به انتقاد گشودند. حال توجه شما رو به دیدن گزارشی جلب می‌کنیم که می‌پردازد به آخرین سال از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و بعضی خبرهای جنجالیش. با پخش نوار مکالمه‌ای برادران لاریجانی را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد و جدال با سران دو قوه دیگر را از همیشه علنی‌تر. اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم کشور را انداختید. امروز این فیلم با وجود هشدارهای قبلی رهبر ایران، از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرد. سرشاخ شدن با سپاه جبهه دیگر بود. او سپاه پاسداران را به دخالت در انتخابات نظام پزشکی متهم کرد، در حالی که پیشتر از آن هم با قاچاقچی خواندن سپاه جنجال به پا کرده بود. قانون گذاشتن اونور برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقام یه قرون دوزار که نی، همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون. حمله هایی که بی پاسخ نماند. بنی صدر اما بی اعتنا به این نگاه خیرخواه. زمزمه های قیاس او با بنی صدر آغاز شد، اینجا و آنجا، مستقیم و غیر مستقیم. انتخابات پیش رو هم جبهه دیگر بود. از استقبال از نوروز با دادن نشان لیاقت به یارانش، زنده باد بهار، زنده باد بهار، تا اصرار بر شعارهای جنجال برانگیزش. در صنایع بین المللی هم آقای احمدی نژاد خبرساز بود، سالی که به مذاکره مستقیم با آمریکا چراغ سبز نشون داد، سالی که هنجار شکنی کرد و داد مخالفانش رو در آورد. اوج سر و صدا اینجا بود. هنوز واکنش به پیام جنجالیش به مرگ رئیس جمهوری ونزوئلا ادامه داشت که این عکس خبرساز شد. محمود احمدی نژاد پارسال برای آخرین بار در سمت رئیس دولت به نیویورک سفر کرد، با ریخت و پاش‌های زیاد و هیئتی عریض و طویل. در کنار همه این قلقل‌ها، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی هم شد چاشنی آخرین سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، سالی که نتونست از صد مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گذر کنه.